به نام نامی سلام سلام وقتتون بخیر تعدادی حشره بودند که در زیر آب برکهی مشغول زندگی بودند هیچ کدوم از این حشره ها هیچ وقت جرأت نکردند که به سطح آب بیان و از فضای برکه رهایی پیدا کنند و معتقد بودند که هر کس از ماها که رفته در سطح آب دیگه پایین بر نگشته و از بین رفته یک روز یکی از این حشره ها بر اساس ندای درونی خودش تصمیم گرفت که به سطح آب بره به همین خاطر از ساقه یک گیاه استفاده کرد و به سطح آب رفت وقتی که به سطح آب رسید و روی ساقه بود خیلی خسته بود اما نور آفتاب تن خسته این حشره رو نوازش داد. گذشت و گذشت اندکی که پیش رفت به یک سنجاقک تبدیل شد. یک حشره کوچک حالا به یک سنجاقک تبدیل شده که دیگه نمیتونه به زیر برکه و زیر آب برکه بره چرا که به یک موجود دیگه تبدیل شده. اما یک پاداش بزرگ برای این ریسکی که به جون خریده بود نصیب شده بود اونم این بود که الان دیگه میتونست پرواز کنه بر سطح برکه و هر جایی که دلش میخواد این سنجاقک پرواز کنه و لذت ببره اوقاتتون خوش باز هنگام نماز آمده از موقع راز نیاز آمده از گوش کن میشه نوی بانگ از آن خوش آهنگ ازا. ازا. از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم به خدا به سپاریم به خدا کن یا تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم رب الحسین عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام و برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربال ملائک خیلی مفتخریم از اینکه باز هم شبکه خودتون و برنامه خودتون رو انتخاب کردید برای مشاهده و تماشا این همراهی شما با دلگرمی بنده و همکارانم هستش که بارها و بارها به این قضیه اشاره کردم همراه بخش ابتدایی برنامه بودید و حکایتی رو خدمتون ارز کردم اون حشره وقتی که تصمیم گرفت به سطح آب بیاد یکم شاید دلهوره داشت اما وقتی که تصمیم گرفت و بهش عمل کرد به سطح آب اومد به سنجاقکی تبدیل شد که حالا دیگه میتونست پرواز کنه اما قبلش از این خبرا در کار نبود گاهی اوقات باید از پیله وابستگی و کلیشه ها خارج بشیم و ریسک های رو به جون بخریم نتیجه این که ترس رو کنار گذاشته بود و تلاش کرده بود این حشره این بود که تونست دیگه از اون به بعد پرواز بکنه در سطح برکه و هر جا که دلش میخواست زمانی که ما تصمیم بگیریم و اقدام بکنیم قطعا یک پاداش مهمی در پیش روی ما هست که از اون بیخبریم حواستون باشه که از حرف و حدیث ها نترسید در خلال مسیر همونطور که همراه اون بودید عرض کردم باقی حشرات معتقد بودن که هر کی به سطح برکی رفته از ماها دیگه بر نگشته و از بین رفته اما زهی خیال باطل اونها رفته بودن و به سنجاقک تبدیل شده بودند و به پاداش پرواز کردن دست یافته بودند. پس بدون ترس همین الان تصمیم بگیریم که تلاش بکنیم تا به بزرگترین پاداشمون برسیم برنامه از آنگاهی بربال ملائک هم بینندگان عزیز امروز تا از آن هنگام ادامه داره میخوام از شما عزیزان و بزرگواران خواهش کنم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی و دنبال بفرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم منو متشکرم از اینکه همچنان بیننده برنامه خودتون هستید آیاتی رو به اتفاق هم شنیدیم و لذت بردیم مثل همیشه و مثل هر قسمت از برنامه بربال ملائک روح ما رو صفا داد این آیات قرآنی که به اتفاق هم شنیدیم و الحمدلله که این فرصت پیش اومده و ایجاد شده که از این طریق بتونیم روزانه اون ای با قرآن کریم و آیات شریفه این کلام خدا داشته باشیم اما قرار هستش که بپردازیم به یکی از آیاتی که در این صفحه تلاوت شد و ان شاء الله كي ثابت قدم باشين خداونت متعال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی از آنان تصمیم داشتند تو را گمراه کنند اما جز خودشان را گمراه نمی کند، و هیچ کون زیانی به تو نمیرسانند. رسانند خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو همواره بزرگ بوده است ابن عباس میگه که مخاطب این آیه کسانی هستند که بر بیگناه بودن قبیله بنی ابریخ که خائن بودند شهادت دادند امام رضا علیه السلام میفرمایند که آنان چگونه می توانند امام را خود انتخاب کنند و حال آنکه امام دانشمندی است که نادانی به او راه ندارد و شبانی است که ضعف و سستی به او دست ندهد معدن قداست و تهارت و عبادات و زهد ورزیدن و دانش و پرستش است پیغمبر را درباره او دعوتی خاص بود پیامبران و امامان را خداوند توفیق عنایت می‌فرماید و از دانش و حکمت نهانیش که به دیگران نداده است به آنان می‌دهد خداوند به پیغمبرش فرمود انزل الله علیک الكتاب والحکمه وعلمک ما لم تکن تعلم و کن فضل الله علیک عظیم الله که اونس همیشگی داشته باشیم با آیات قرآن کریم و خیلی اوقات خودمون و به صورت خودجوش قرآن رو باز کنیم و شروع کنیم به تلاوت کردن و اونس داشته باشیم ولو اینکه به اندازه همین قرائت و تلاوت باشه مطمئن باشید که اثر خواهد گذاشت در روحیه ما و در اعمال ما و چقدر خوب میشه که به معنا و مفهوم و مفاهیم قرآن کریم دقت بکنیم و در زندگیمون به کار بگیریم و توجه بکنیم چرا که عرض کردم قرار هست که رستگار بشیم انشاءالله برنامه بربال ملائک همچنان ادامه داره میدونم که شما عزیزان هم تا از آن هنگام همراه و هم قدم ما هستید Oh بینندگان عزیز و محترم همونطور که در قسمتهای گذشته خدمتتون عرض کردم از مکتب و مدرسه بزرگ آشورا و محرم میتونیم درسهای خیلی زیادی یاد بگیریم و در زندگیمون استفاده کنیم قطعا شما هم دیدین که گاهی اوقات مشغول یک کاری هستیم و وقت نماز فرا میرسه و ما سریعا به سراغ اقامه نماز نمیریم و کارمونم اینطور توجیه میکنیم که الان مشغول یک کار مهمم بعد از اینکه تموم شد نمازم رو میخونم قابل توجه بنده و شما عزیزان امام حسین علیه السلام در اوضاع گرما و اتش و تشنگی و گرسنگی در اون روزی که اون همه مصیبت وارد میشد بر حضرت امام حسین علیه السلام و خانواده و یارانشون وقتی که زمان نماز فرا رسید همه اصحابشون و خانوادهشون رو جمع کردند برای اینکه نماز رو به پا دارند خیلی نکته مهمیه حضرت امام حسین علیه السلام به همراه یارانشون داشتن در راه خدا جهاد میکردند و داشتن صدای حق رو به گوش انسانهایی که شاید کاملا کر شده بودند می رسوندند. اما این رو دستاویزی قرار ندادند به خاطر اینکه نماز رو اول وقت نخونن اتفاقاً در وقت خودش و در اول وقت به نماز ایستادند و با خدای خودشون در اون اوزا مناجات کردند یادم می قدیمی ترهامون بزرگترهامون همیشه به ما میگفتن که به نماز نگو که کار دارم به کارت بگو که من نماز دارم و باید برم نمازمو بخونم ان الله که از تک تک این واقعه ها درس یاد بگیریم و این درس ها رو در زندگی هامون به کار بگیریم چرا که قرار هستش که رستگار بشیم ان الله برنامه بر بال ملائک کماکان ادامه داره از شما عزیزان و بزرگواران خواهش میکنم تا انتهای برنامه امروز همراه و هم

بگذار چو آتش ز جگر شعله برارم گر زحمتت افتد که نهی پای به چشمم بگذار که من چشم به پایت بگذارم حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم آقاجان حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم اما چه کنم جز تو کسی یار ندارم یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر با یاد لبت خنده کنان اشک ببارم با یاد لبت خنده کنان اشک ببارم دادند مرا دیده که روی تو ببینم دادند مرا دیده که روی تو ببینم بی دیدن رخسار تو با دیده چه کارم ای منتظره منتظران یوسف زهرا پاییز شده بی گل روی تو بهارم واقعا این دیدگان ما اگر که قرار نیست به جمال آقا و مولا و سرورمون روشن بشه واقعا چه فایده ای برای ما دارن بهترین کار و لذت بخش کاری که میشه با چشمانمون انجام بدیم همینه که نظر بکنیم و ببینیم اون جمال بی مثال و بی حضرت حجت ابن الحسن الاسکری اجل الله تعالی فرجه و شریف الله به زودی زود هر جای جهان هستید به هر شکلی و از هر طریقی بیننده برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربال ملائک از قاب شبکه جهانی بیت لباس علیه السلام هستید خواهش میکنم همراه من اکبری برادر کوچکتر خودتون دستانتون رو بالا بیارید به نیت ظهور به حق بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوندا اللهم سلام و ادب و احترام مجدد دارم حضور یکایی که شما بینندگان و همراهان عزیز و ناب و دوست داشتنی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام و برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربال ملائک چهارشنبه هست و در رسم چهارشنبه ها قرار هستش که همراه بشیم با جناب حکیم رضوی قومی و استفاده کنیم از محضرشون حاج آقا سلام علیکم سلام علیکم بخیر خیلی خوش آمدی در اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام در خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت مناسبت ایام شهاد و سعباد بالله حسین موضوعی که در موردش صحبت میکردیم در باب دعا بود و دعا درمانی مقدمات رو بحث کردیم و گفتیم که چطور باید دعا کنیم قبل از دعا، هین دعا و بعد از دعا چه احوالاتی انسان باید داشته باشه تا یک دعای موثر داشته باشه موضوعی که واردش شدیم جلسه گذشته و موضوع بسیار جذاب و زیبایی هم هست اینه که چگونه دعا بر جسم انسان اثر میکنه بل. خب این برای ما خیلی واضحه که یک دارو و یک غذا چطور بر انسان تاثیر میذاره یعنی ما با خوردن مثلا یک قرص چطور حالمون خوب میشه یا با خوردن مثلا یک گرمی چطور سردیمون از بین میره و بالعکس و هر چیز دیگه که تصور بکنید این یک چیز محسوسه برای ما ولی اینکه که ما مدین هستیم الفاظی می تواند ما را درمان بکند این یک مقداری شاید برای بعضی قابل حس نباشه گفتیم روایتی است از وجود مقدس رسول الله که حضرت می در یاسین چند خاصیت ده خاصیت بیان کردیم که جلسه قبلم شمردیم وجود داره و این چند خاصیت میشه گفت به نحوی قابل بررسیه و اون بررسی به ما یک نتایجی میده که در فهم تاثیر دعا بر جسم ما میتونه خیلی موثر باشه خب ما مفصل خوندیم همشو همه تاثیراتش یکی از تاثیراتش برای مثلا اگر کسی مجرد باشه از فهمود خب ازدواج میکنه اه. خب این به قرینه برای ما ثابته که اینکه شخصی که مجرد است متعهل میشود تبدیل به یک زوج میشوند این یک حالت بیشتر نداره که این شخص موفق می شود به توفیقات الهی با خوندن سوره یاسین به اینکه یک کفی برای خودش پیدا میکنه یکی میشن دوتا یعنی میشن یه زن و شوهر اه. اتفاق خاص دیگه ای نمیفته یک امکان بیشتر وجود نداره یک تصوره اه. شما تصور دیگه به ذهنتون نمیرسه اینجا اه. که آقا مثلا اتفاق دیگه ای بخواد بیفته نه در بحث ازدواج هم یک تصور رفت پیش, پیش نمیاد ولی در مورد بحث درمان گفتیم تو بحث این که حضرت میفرماید اگر بیمار و مریض سوره یاسین را بخواند عافیت مییابد دو احتمال وجود داره دو احتمالش چیه احتمال اول اینه که بیمار با خوندن سوره یاسین موفق می شود به این که یک پزشک حاضقی پیدا بکند و یک داروی مجرب بگیرد و درمان بشه آقای یه عمر داره دنبال دوا و دکتر و دارو میگرده به جایی نمیرسه سوره یاسین شروع میکنه به خوندن خدا یه پزشک میذاره جلو پاش فردا دو سه زنگ میزنه میگه فلان یه پزشک مثلا از فلان کشور داره میاد ایران مریض میخواد ببینه متخصصم بیماری تو هم هست یه نوبت برات بگیرم میگه بگیر به برکت این سوره به دل اون طرف میفته این پزشک پیدا میشه میاد این بیماریش هم بعد چند سال با همین پزشک درمان, درمان میشه این یه دیدگاه این یه نظر نظری دوم چیه نظری دوم اینه که آقا نه همش اتفاق نمیفته به برکت خود الفاظ سوره یاسین با خوندن یاسین شخص بیماریش خوب میشه درمان میشه اولا ما ماشاءالله ما دیدیم از این چیزهایی که خودمون هم بهش معتقد هستیم وقتی که طرف بیمار میشه ما یه همسایه داشتیم این تو عمرش میگم نه پدر من به پزشک مراجعه کرده نه دارو مصرف کرده هر وقت بیمار میشه هر بیماری که میگیره یک دونه حدیث کسا میخونه فقط اشتبه. محال ممکنه که بیماریش خوب نشه نه دارو خود نه پزشک مراجعه کرد این اعتقاد قلبیشون هم یقین حالا هم اعتقاد قلبی معجزه است هرچی هست فعلا ما بحثمون اینه که پس بدون دارو هم احتمال اینکه این سوره یاسین بیماری را بدون دارو درمان بکند وجود داره وجود داره درست شو اه. میریم توی یک فراز دیگه تو یک فراز دیگه گفتیم که اگر طرف گرسنه باشد شخص گرسنه باشد یاسین بخواند سیر می شود تشنه باشد یاسین بخواند رفع اتش می شود سیراب می شود آیا اینجا هم دو احتمال وجود داره یا نداره؟ احتمال اول چیه؟ احتمال اول اینه که طرف دستش تنگه بله. نداره نه آبی هست نه غذایی است یا نه تو بیابونه نه آبی است نه غذایی است با خوندن سوره یاسین پولی به دستش میرسه غذا تهیه میکنه یا نه نگاش میفته به جوی آبی یا پیدا میکنه یه غذایی پیدا میکنه درخت میوهی پیدا میکنه و میخوره گرسنگیش برطرف میشه تشنگیش هم برطرف میشه خب این احتمال خیلی معقوله و قریبه بزه مثل اون احتمال اولی که برای درمان با دارو دادیم در مورد رفع عتش و رفع گرسنگی احتمال اول هست احتمال دومم میشه داد که چی؟ که اینکه آقا شخصی با خوندن سوره یاسین تشنگیش برطرف بشود و گرسنگیش برطرف بشه بدون اینکه چیزی خورده باشه آیا احتمال هم میشه داد؟ بلید. خب احتمال یه داری؟ بعیده امه. شاید یکی بشنبه بگیم آقا یعنی چی؟ یعنی من به جای نهار و شام یاسین بخونم مشکلم حل میشه یعنی دیگه گرستم نمیشه آیا اصلا همچی چیزی ممکنه اصلا بدن انسان همچی امکانی توش وجود داره که با خوندن یک چیزی بتونه خودشو بسازه و تقویت بکنه و دیگه گرسنه نشه و دیگه تشنه نشه یه مقداری بعیده به ذهن ولی وقتی که ما یه مقداری فکر بکنیم ببینیم چرا در مورد درمان بیماری بعید نیست در مورد درمان بیماری چون انقدر شنیدیم که آقا مثلا فلان دعا فلان توسل فلان توکل بیماری رو میتونه درمان بکنه در صورتی که نیاز یک بیماری در بدن اینه که پادزهر بیاد رو درمان بکنه زهری که داخل بدن میشه میکنی بدن پادزهر نداره نسبت به زهر زهر که وارد بدن میشه شخص میمیره به لحظه میمیره یعنی خون لخته میشه اکسیژن به بدن نمیرسه مغز از کار میفته خون تو قلب لخته میشه قلب از کار میفته طرف سری میمیره سکته میکنه میمیره خب آیا این زهری که وارد بدن شده چی فقط میتونه درمانش بکنه پادزهره پادزهر کجاست داخل بدن نه اگه داخل بدن بود که خودش درمان میکرد پادزهر خارجه باید ساخته میشده از قبل الان سریع به این شخص تزریق بشه یا بهش بدن بخوره تا اینکه از مرگ نجات پیدا بکنه حالا اگر پادزهر نباشد و یک دعا بیاید و این شخص را درمان بکند این دعا چی تولید کرده این دعا پادزهر رو تو بدن این تولید کرده؟ چه اتفاقی افتاد که این دعا تونست به جای یک پادزهری که از خارج باید به بدن میرسید؟ نکنه شاید تو درمان بیماری ها وقتی که ما میگیم دعا بیماری را درمان میکند پس قضا هم باید طرف را س... سوره یاسین و دعا هم باید طرف را سیر بکنه این شخص میگه آقا قضا یک چیز خارجیه قضا یه چیزی که از خارج باید بیاد به بدن انرژی برسونه ولی بیماری یک چیزیه که سیستم ایمنی بدن هم میتواند درمانش بکند و یک چیز داخلیه خود بدن شخص بیماری رو درمان کرده شما داری تصورات واهی مال خودت داری میکنی که میگی نه آقا این دعا بوده که اینو درمان کرده و همه تصور میکنه آقا دعا میتونه بیماری درمان کنه در صورت که دعای شما کاری نکرده اون سیستم ایمنی بدنه به خاطر مثلا اعتقاد شما قوی شده و اومده اون بیماری رو درمان کرده خب در مورد پادزهر پس چی میتونیم بگیم ما پادزهر که تو بدن ما وجود نداره پس این از کجا اومده و این شخص رو درمان کرده خب ما میخوایم اینجا چند نمونه و چند مثال از روایات اهل بیت از جریاناتی که اتفاق افتاده برای اثبات این حرف خودمون بله؟ یعنی اثبات این که بدن انسان می تواند به خودی خود در درمان تمام بیماری ها و در برطرف کردن تمام نیازهای خودش اعم از آب و غذا بدون دسترسی به بیرون بدن میتونه تمام اینها رو تأمین بکنه یعنی برداشت ما از این روایت یاسین که یاسین خواندن انس گرسنه را سیر تشنه را سیراب مریض را درمان می کند اون حالت اول که واضحه طرف به غذا برسه به آب برسه به دارو برسه ما میگیم حالت دوم دقیقا ممکنه و شدنیه یعنی چی؟ یعنی بدون خوردن دارو بدون خوردن آب بدون خوردن غذا مشکل طرف برطرف بشه و این تأثیر دعا بر جسم انسانه چطور؟ حالا الان میخوایم شروع کنیم به گفتن چند نمونه در رواس اهل بیت خب اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم نشان. برگردیم باید به محواز در خدمتون باشیم در خدمت باشیم خیلی ممنونم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی ما همچنان امانتدار نگاههای پر مهر و محبت شما هستیم به این شرط که یک بخشی رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم ممنون و متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید بدون اطلاف وقت همراه میشم با بیانات ارزشمند جناب حکیم رزوی قومی حاج با ادامه مباحث در خدمتتون هستم سلام آمدش. نمونه هایی که بجز این نمونه اول که بحث سوره یاسین بود و عرض کردیم که بدن انسان از دیدگاه ما این قابلیت رو داره که هم خودش رو سیراب کنه هم رفع گرسنگی کنه هم رفع مریضی و بیماری بکنه حالا چه به نیروهای ملکوتی چه به نیروهای شیطانی این اتفاق میافته و هر دو بود باید از در نظر بگیرن که اگر در این وادی شخص یا شخصیتی رو دیدند هیچ وقت اینو حمله بر این نکنن که بگن حالتی که در وجود این شخص هست و این مثلا نشانه هایی که در این شخص هست این حتما یکی از نزدیکان مثلا به مقربین به درگاه خداوند تعالی به هست. نه ارز کردیم هم نیروهای ملکوتی میتونه انسان رو به این درجه برسونه یعنی انقدر روح انسان تقویت بشه که بتونه جسمش رو در اختیار خودش بگیره ام. هم نیروهای شیطانی میتونن این کار رو انجام بدن. نمونه دوم بعد از یاسین که من روایت برا برای ازان بخونم روایت هست وقتی که پیامبر تو مدینه شروع کردن اسلام رو نشر دادن مردم علنا خب دعوت شدن به اسلام می اومدن به طرف اسلام یه عده حسادت کردن از جمله عبدالله ابن عبی رئیس منافقان خیلی حسادت داشت نسبت به رسول الله وقتی دید خب حالا اکثر مردم دارن رو میارن به اسلام و از دین مثلا یهودیت و آبا بوسپرسی خودشون دارن کناری گیری میکنن خیلی حسادت کرد بر وجود رس رسول الله یک تعامی رو درست کرد آماده کرد اصحاب رسول الله رو با خود رسول الله دعوت کرد به قصد مسموم کردنشون جبه این نازل شد بر رسول الله به حضرت خبر داد که رسول الله عبدالله بن مبعی میخواد یه همچی کاری بکنه قضایی که به شما و اصحابتون میخواد بده سمیه و میخواد همه رو نابود بکنه وقتی که حالا بر سر سفره نشستن پیامبر به امیر امیر علیه السلام فرمود یا علی یک تعویز و دعای مفید بر این تعام بخوان بعد از این غذا بخوریم خوب دقت بکنیم یعنی اون حرفی که ما زدیم و توی مثال‌های خودم زدم بله. گفتیم که زهر نیاز به پاد زهر داره حضور مقدس رسول الله به امیر المومین فرمودن تو پاد زهر این قضا را بزن تا ما و اصحابمون از این قضا بخوریم حالا پادزهر چیه؟ پادزهر دعا و تعویزی است که حضور مقدس امیر المومنی خوندن دعا چیه؟ من برای ازان بخونم تبرکم بسم الله شافی بسم الله الکافی بسم الله المعافی بسم الله الذي لا يزر مع اسمه شیع ولا داء فی الارض ولا فی السما و هو السمیع العلیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این الفا راز خوندن بر اون غذایی که سرش نشسته بودن تو اون سفره پس رسول الله و امیرالمؤمنین به هر که دنبال حضرات معصومین بود از غذا خوردن تا سیر شدن سالم از سر سفره بلند شدن یعنی اون سم هیچ تأثیر منفی در وجودشون نکرد سلامت بلند شدن عبدالله ابن عبا این قضیه رو وقتی مشاهده کرد فکر کرد که اون شخصی که به این سم داده به قضا بزنه فراموش کرده خودش با اصحابش نیچه به خوردن قضا و همشون مسموم شدن و به درک واصل شدن خب این سم خاصیت و طبیعتش این بود که در بدن اینها فعل و انفعالاتی رو انجام میداد که باعث مرگ میشد چی شد که این بدن با خوردن اون سم این اتفاق براش نیفتاد اون دعایی که امیر المومنین علی ابن خون و باعث تغییر ماهیت این سم شد این یه نمونه مورد بعدی حضرت زهرا سلام الله علیه وقتی که به شهادت رسیدن ام ایمن در خانه امیر این شخصیت نتونست نبود حضرت زهرا رو تحمل بکنه مشهور هم از جریانش بحث ام ایمن بعد از شهادت حضرت زهرا خیلی در باب حضرت مدافع بودن این بزرگوان و خیلی قصه حضرت زهرا رو خوردن از مدینه بیرون رفت از مدینه خارج شد برای اینکه اصلا اون فضا رو دیگه نتونه استعمال کنه و ببینه رفت طرف مکه توی روایت که میگن امیمن در حالی از شهر خارج شد که روزه بود باید. یعنی تشنه بود گرسنه بود و روزه بود هوا هم بسیار گرم بود و این گرمای هوا چنان اتش بر این بانو غالب کرد که در روایات و تاریخ نویسن به جایی رسید که خوف مرگ و موت برش بود یعنی به حال موت افتاد و به حال مرگ افتاد و بیم حلاکت میرفت ابن شهراشو میگه ترس حلاکت بر این بانو بود چشماش رو هم گذاشت به حال احتزان رو زمین افتاد به سمت آسمان گردوند خودشو به سمت آسمان متوجه شد و اشاره کرد که پروردگارا مرا تشنه میخواهی با اینکه من خادمه فاطمه زهرا دختر پیانبر تو هم وقتی که همچین اشاره ای کرد خوب دقت بکنید به طرف آسمان میگن خداوند تبارک و سعالا به برکت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها ریسمانی از آسمان به طرفه ام من نازل شد یک ظرف آبی از اونجا اومد به دست ام من رسید این بزرگوار از این آب نوشید تشنگیش برطرف شد حالا مهم اینجاست میگن از اون به بعد بعد از اینکه ام ای من اون آب رو خورد دیگه نه گرسنه نمی شد نه تشنش می شد یعنی نه نیاز به آب داشت نه نیاز به غذا خب خوردن یک مقدار آب اونم تو این عالم هیچ وقت نمیتونه یه همچین کاری برای من رو شما بکنه که مثلا شیش ماه طرف غذا نخوره در صورتی که ما از این نمونه ها توی همین دنیا هم داشتیم خیلی ها بودن من خودم یه شخصیتی بود توی قوم زندگی میکرد دیده بودمش خیلی از بزرگان و علما میومدن به دیدارش این به ادعای خودش اه دونه بدون دونه اهل بیت علیه السلام رو به چهره تو عالم مکاشفه دیده بود و فرزندانش و زن و بچش اینا هم از میکردن به این قضیه که یک روزی میگه اینقدر من فقر و بیچارگی به هم فشار آورد زن و بچه هم قضا میخواستن قضا نبود اونا گرسنه بودن منم گرسنه بودم بهشون گفتم مثلا حالا شما یه چیزی بخورید خونه همسایه ای خونه پدری مادری یه کاریش بکنید خودتون رو برطرف کنید منم خودم یه کاری میکنم میگو من راه افتادم بعد از چند روز گرسنگی کشیدن توی خیابون و توی این کوچه پس کوچه های قم قضیه مال 40 50 سال پیش میگو به یک جایی رسیدم دیدم کنار یک خونه چند تا تیکه پوست خربزه است از گرسنگی نشستم پوست خربوزه رو خوردن که دیگه نمیتونستم تحمل رو کنم چیزی باید میخوردم و پوست خربوزه ها و پوست هندونا ها هر چی بود که برای حیوانات معمولا میریزن دور میگم من خوردم بله و خیلی خوب متاثر بودم اهل نماز شب بود یه حالات خاص خودش داشت و گذشت دوباره مثلا بعد یه روز گرسنگی غالب شد خیلی داشت اذیتم میکرد گفتم پروردگارا مثلا من با این حال سنم بالاست ندارم چرا من باید اینجوری مثلا باشم و خیلی متوسل شدم و خیلی عشق و آه و ناله گفت تو همین حال بودم یه موقع حالا برگشتم دیدم کنارم یه ظرف غذاست راستاتی که اصلا کسی تو خونه نبود برای من غذا بیاره گفت من از اون غذا خوردم بسیار خوشمزه و بسیار خوش عطر و خوشتم بود خوردم کامل سیر شدم بعد از اینکه اون غذا رو خوردم من نه احساس گرسنگی میکردم نه احساس تشنگی هیچ وقتم نیاز به سرویس بهداشتی پیدا نمیکردم روز اول شد روز دوم شد روز سوم هر روز زن و بچه میان گفتن آقا تو غذا نمیخوای گفتم نه من گرسنم نیست دستشویی نمیخوای بری بخوابی نه دستشویی ندارم برم بخوابم میگو کار به جایی رسید که انقدر به من اصرار کردن اصرار کردن اصرار کردن که من بهشون گفتم چه اتفاقی افتاده همون لحظه دوباره شد. گرست شد حالا بحث ما توی بیان این مطلب که جز شواهد مطالب خودمون داریم میاریم اینه که انسان حتی با نخوردن غذا و آب و داشتن یک حالت معنوی تا شیش ماه یک سال طبق این چیزایی که دیدیم و یا بیشتر هم می تواند زنده بماند بله. پس خوردن در رفع گرسنگی و در رفع بیماری و در رفع تشنگی ملاک اصلی نیست, نیست. بله. کمک میکنه چرا کسی که گرسنه باشه بخوره سیر میشه اه. ولی تنها خوردن نیست که میتواند سیر بکند اه. ما میخوایم اینو ثابت کنیم میخوایم اینو بفهمونیم و ثابت کنیم که تنها خوردن نیست که انسان را سیر میکند و تنها نوشیدن نیست که انسان را سیراب میکنه بلکه دعا و یک سری حالات معنوی و وجود خود انسان میتواند خودش را هم سیر بکند هم سیراب و هم درمان بکند اگه فرصت هست مورد بعدی را من خیلی ممنونم از لطفتون آقا خیلی زحمت کشیدین خداوند خیرتون بده و ممنون و مشکرم از نگاه شما مهربانان که تا این لحظه همراه و هم قدم بنده و همکارانم بودید در این ایام و در این لحظات ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید که قطعا محتاج دعاهای خیر شما عزیزان هستیم تا برنامه دیگر و عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دیگر شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپارم. یا علی